تعداد خطوط تقارن یک انزلی منتظم به ترتیب در دو حالت n مساوی 2k و n مساوی 2k به اضافه کدام از k عددی طبیعی است؟ دقت کن ببین چقدر سوالش راحت انصافا، فقط بچه‌ها فریب اینو میخورن. خوش به حال اونایی که میدونن اصطلاح n مساوی 2k یعنی چی. خب چون یه اصطلاح رایجیه که اگه بلد نیستی از الان تا خود کنکور بلد باش، به دردت میخوره. n مساوی 2k یعنی عددمون زوجه. خب n مساوی 2k به اضافه 1 یعنی عددمون فرده. کم و بیش بچه ها تک و توک بلدن، باید بلد باشن، ولی اگه بلد نبودی الان یاد بگیر. خب چی داره میگه؟ میگه تعداد خطوط تقارن یک انزلی منتظم. ببین من همینجا یه چیزی بگم، تو فیلمای قبلی گفتم بازم دلم نمیاد نگم، انزلی منتظم دو تا حالت داره. خب یا انت زوجه یا انت فرد. خب اگه انت زوج باشه، چه اتفاقی میفته؟ چند تا خط تقارن داری؟ میگه که اگه ان زوج باشه ان تا محور دارم، اینجام ان هم فرد باشه بازم ان تا محور دارم. اگه انت زوج باشه یه مرکز تقارن داری، اگه انت فرد باشه اصلا مرکز تقارن نداری، یعنی صفر مرکز. اصل داستان این سوال اینه، فقط کافیه تو بدونی دوکا یعنی زوج، دوکای به اضافه یک یعنی فرد. حالا اونقدرش هم سخت نکرده، میگه تعداد محور تقارن برای جفتشو میخوام. میگیم آقا زوج و فرد نداره، جفتش چیه؟ n و n، یعنی گزینه شماره 4. خب پس خیلی راحت این سوال حل شد.